بشیر نوروزی کی هست و چگونه به زندان گوانتانا با زندانی شد به اساس گزارش نیحات های بین المللی بشیر نوروزی در سال 2005 هنی سفر به با امریکا بازداشت شد و در اسناد حکومت امریکا نام او حاجی بشیر نوروزی نوشته شده و در رسانه های غربی هم از او به نام بشیر یاد میکند در سی اپریل 2009 یه یک محکمه در نیویورک و را مجرمی جرم قچاق مواد مخدر محکوم به حبس ابد کرده بود اما رهایی به شیر نوروزی از زندان از سوی برخیز مقامات طالبان مورد استقبال قرار گرفت طالبان میگوید این یک عضوی بر جسته اونها به نام حاجی به شیر نوروزی دو جنبه در کابل به اونان سپرده شد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست خبری در کابل گفت که حاجی بشیر نوروزی در تبادله با مارک فریدکس شهروندی امریکایی آزاد شده است به گفته آقای متقی این گام روابطی دو کشور را احیا می کند اما آزاد شدنی وی را یک باب جدید از روابطی میان افغانستان و امریکا می داند. امیدوار است که برنامه بتواند هر دو کشور را با هم نزدی کند و آزد شدن حاجی صاحب را برای ما پیام رسد اما کسی که با حاجی بشیر تبادله شدن نامش مارک فریدکس هست مارک فریدکس افسر متقاعد نیروهای بحری امریکا ده هم در سال 2020 زمانی که از سوی طالبان در خوست را بوده شد که انجنری ملکی پروژه های سختمانی بود نامبرده از حدود دو سال به این طرف در قید طالبان بسر می قبل ذکر است که پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود پیش از این که طالبان این توقع را داشته باشد که مورد که در مورد برسمت شناختن ایشان غور شود باید فوراً مارک فریدکس را آزاد کند از حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از یک سال سپری شد اما تا هنوز حکومتی آنها از سوی هیچ کشوری برسمت شناخته شده است